بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید. همه شما عزیزان خوش آمدید میگم به بخش نبض سلامتی. بدون شک زمانی که شما عزیزا میخواین زندگی سالم تر داشته باشین، سهتمند تر باشین و عمرتان طولانی تر باشد، باید توجه خاص به سبک زندگیتان و بخصوص به رژیم غذاییتان داشته باشین. همیشه اگر ما از یک رژیم غذایی سالم پیروی بکنیم، سبب میشه که با امراض مختلف به نو مقابله داشته باشیم. باز هم در بخش نبض سلامتی در روز چهارشنبه دکتر صاحب محترم منیر رحمت گلستانی دکتر رژیم درمانی را با خود داریم و امروز در رابطه به رژیم غذایی به که اضافه وزنی دارن یا هم چاق هستن همراهشان بیشتر صحبت خواهد کردیم دکتر صاحب سلام صبح بخیر بسیار خوش آمدید سلام صبح شما و صبح بینندگان عزیز بخیر موضوعی که امروز صحبت میکنیم در مورد اضافه وزن است بله اضافه وزن به حالت گفته میشه که مجاز از وزن داشته باشه یک فرد و خطرات اضافه وزن از قبیل مشکلات تایرید مشکلات قلبی مشکلات کرسول خون مشکلات هارتروز مشکلاتهای خطر بیشتر به دیابت همرازهای خیلی زیاد مثا دسک کمر که لفکرسول خوب فردره پاین میره عن اجازه نمیته ک به حساب کروسول خوب فرد عن تبارز برز بکنه, بکنه. عن راه درمان اضافهوزن چه هست رای درمان درستش غذای سالم و غ... رژیم درست و در کنارش ورزش یعنی افرادی که اضافه وزن دارن نگران این نباشن که ما غذاهای را خورده میتونم بعض غذاهای را خورده نمیتونم همه غذاها را خورده میتونن اما مقدار اندازش باید در نظر بگیرن اما چیزهایی که باید اجازه نداره که استفاده بکنن از قبیل غذاهای فسفوتی است مایات های سرد است نوشدنه های گازدار است نباید بیشتر استفاده بکنن از غذاهای های بیشتر که فیبر در ترکیبش سبزیجات برگ سبز سبزیجات های و میوه های که تازه باشه بیشتر استفاده میتونه تا میتونه افراد اشخاص که وزن دارن باید از میوه را سالم استفاده بکنن آها. یعنی با پوستش استفاده بکنند به خاطر فوق. از, از اینکه اجازه نمیده چربی بروز بکنه خیلی خوب در مورد غذایی که با خود آوردین دکتر صاحب صحبت بکنین یک نوشیدنی میبینم که با خود آوردین و همونطور رنگ بسیار زیبا داره در پلویش هم یک بسته غذایی با خود آوردین که مکمل سبزیجات هست در بینش و یک میان وعده میشه بگوی این نوشیدنی که آوردین ابتدا ترکیباتش از چه مواد هست و چه زمان میتونه یک فرد به خاطر کاهش وزن خود استفاده بکنه باشه این مایات که قسمی که شما در بوتل مشاهده میکنین اسم خی دیتاکس واتر است که جاگزین نوشیدنی های ناسالم است یک فرد که اضافه وزن داره باید جاگزین نوشیدنی های ناسالم از استفاده بکنن این خاصیت تقویتی هم داره جاگزین سیروم یک فرد که همیشه وقت در مریض میشه در اولین توصیش بر دکتری است که دکتر س ما با سیروم خوب میشم میتونه جاگزین سیروم از استفاده بکنه اما در استفاده نمودنش باید زیاد روی نکنه خواصهای های بسیار خوب داره افراد اشخاصی که اضافه وزن دارن معمولا چربی خون میداشته باشن شکر میداشته باشن همیشه وقت افراد که اشخاصی که اضافه وزن دارن همیشه وقت از درنوی خود مینالن خستگی مداوم دارن بیش از حد حرق میکنن برشان خیلی خوب است اجازه نمیده که فشار دوران خونشان بالا بره کرسول خونشان بالا بره یعنی برشان خیلی مفید است خاصیت سرد مزاجی داره یعنی خاصیت سمزدایی داره وجود را کور میکنه مم. وجود شستشو میکنه بدن را اجازه نمیده که شدت بیماریشان بیش از حد شود بسیار یعنی ترکیبش از خاک شیر است لیمو است شبیت است زنجفیل است آب گلاب است بهار نارنج است خیلی عالی و این را در طول روز دکتر صاحب صرف یک بوتل میتونن استفاده بکنن یا بیشتر هم میتونن میتونن که با این ترکیب سبزیجات میوه ادویه های گیاهی که مداخل داخل بوتل انداختیم میتونن که دو بار سه بار با آمی میوه و سبزیجات استفاده بکنن بسیار خوب و بسته غذایی بسته غذایی که این را به اصطلاح علم تغذیه به نام فبر میگه که ترکیبش از زردک است بادرنگ است رومی است کرم است،, است و ریحان است لیمو است که این خواص از غذا چی است که اجازه نمیت افراد هایی که اضافه وزن داشته باشند که بدنشان بیش از حد چربی ذخیره کنند یعنی برشان خیلی مفید است افراد اشخاصی که اضافه وزن دارن معمولا از طرف شب باید از این غذاهای فبر باید بیشتر استفاده بکنن در تهیه بسیار خوب یعنی بسیار راحت است به وعده غذای شب چون که بسیار راحت هضم میشه و غذای بسیار سبک هم سقیل نیست و میده میتونیم بسیار راحت هضمش بکنیم اما یک نکته بسیار باری که در نظر بگیرن که همیشه اختی صفحه باید کوشش بکنن که غذا را بر خود زین خود طور پرورش بیتن عادت بتن به خود که غذا را بسیار آرام بجوان غذا را با استرس نخورن وقتی غذار با استرس میخورن غذار تونتون میجون ا باиس میشه ک به بدن بیشتر چربیر اضافه بکنی م بعض افرادها م ما آبم مخوم اافه وز م ن خیر تو غذا و ماات با استرس استفاده منی گانه مشل استفاده کردن غذاها با استس خ مشکلات ب با م ا ظرف کوچ قم شاهده من ب نا مان جاگزین غذاهای فسفودی که مثلا یک فرد در حالت گرسنگی میتونه از این استفاده بکنه یعنی کالریش کمتر است برای. یعنی جلوگری از پرخوری میکنه جلوگیری از اشتهای کاذب میکنه ترکیبش هم از سیب است از کیله است و دارچین است بادام است برای کلو... اصل چیزا این دستش یعنی؟ یک مقدار اصل هم من داخته. بسیار خوب پس یک غذاگک شیرین و خوشمزه است که میتونیم بین ساعت های ده تا دوازده استفاده بکنیم و پس از چاشت یا دیگر هم اگر احساس گرسنگی برمان ما پیدا شد میتونیم از این غذا استفاده بکنیم ولی بله افراد اشخاصی که اضافه وزن دارن کوشش کنن که از غذاهای شیرین زیاد استفاده نکنن شیرینی که مصنوی باشن ناسالم باشن سراغ گلوکوز نرن سراغ نشایسته بیش از حد نرن یعنی رژیم غذایی اضافه وزن به نام حزب و به نام که چیز را بخوره چیز رو نخوره نیست همه غذاها را خورده میتونه چیزی که بسیار مهم است مقدار اندازه مهم است یعنی باید ظرف غذای خود باید خورد بکنن با. یعنی اگر در تایگ بس 4 تا 3 بار غذا میخورن باید 6 بار غذا بخورن کم کم غذا رو بخورن و هیچ غذا را از برنامه غذای خود حزم نکنن و خصوصا رژیم نگیرن های تقویتی استفاده نکنند خود دوای تقویتی خودش سبب اضافه وزن میشه بلخصوص بل خصوص یک اضافه وزن که از ژنتیکی است توسط مادر پیدا میشه یک مادر که قبل از یک عمل میگیره باید خود چکاپ بکنه نزد دکتر رژیمی هم مراجعه بکنه نزد دکتر متخصص نسای ولادی هم مراجعه بکنه که خدای نکرده باعث نشوه سرنگاری به توجهش باعث نشوه که فرزندش اضافه وزن داشته باشه بعد بسیار خوب دکتر سب نکات خیلی مهم و ارزشمند بود که خوب از بیننده عزیز ما هم در نظر داشته باشند خب زمانی که ما رژیم غذایی دکتر سب می داشته باشیم بعض وقتها بیش از حد احساس گرسنگی بر ما پیدا می شود و ما بخوایم یا نخواهیم یگان دفعه میریم به طرف غذاهای ناسالم یا هم غذایی که شامل رژیم غذایی ما نمی شه. یک فرد که از این بسته غذایی استفاده میکنه آیا میتونه گاه گاهی به طرف استفاده دیگر غذاها هم بره نه خیر وقتی که یک فرد اضافه وزن داره وقتی که ما برش رژیم غذایی سالم و درست را برش توصیه میکنیم ما در کل سبک زندگی یک فرد اضافه وزن تغییر میدیم ما عادت میتیم برش که ذهنش و وجودش پروریش بکنه یعنی زندگیش کاملا تغییر بکنه که غذاهای سالم را بیشتر استفاده بکنه یگانه بعضی افراد هستن هستند که غذای خود هضم میکنن بلخصوص از طرف شب غذا کمتر میخورن وقتی که بدن انرژی نیاز داشت در بدن انرژی نبود بدن از چربی انرژی میگیره از ازلات انرژی میگیره چند ساعت بعدش بدن احساس گرسنگی بیش از حد میکنه سراغ شیرنی باب میری بدن همیشه خود رو سوق تو رو دستور میتا که برو سراغ شیرنی سراغ غذاهای فسفوتی سراغ نشایسته نان خشک میخوری حتی نمیتونه غذاهای مقوی بدنشه یعنی تامین بکنه همه شخص سراغ سراغ غذاهای ناسالم میره سراغ غذاهای میره که شکمش باید پر بکنه این کاملا ایرویش غلط است یعنی اضافه وزن ها باید بسیار کوشش بکنن که رژیم درست بگیرن در کنارش ورزش بکنن بیش خسرانه رژیم نگیرن که خطر مرگ را به حساب به بار میره امروز در جهان سازمان صحی که بررسی کرده که یک خطر بسیار عمیقی است برای اضافه وزن ها که چرا خود اضافه وزن خیلی امراض های دیگر ها. یعنی عوارض جانبی خیلی گسترده داره که به تمام بدن عوارض جانبی میداشته داشته باشه دقیقا افاده که دکتر سب در آخر بر ما کوتاه بگوین می رژیم غذایی خود تغییر بتنین یا سبک رژیم غذایی سالم پیروی بکنن در کنارش هم آب باید زیاد استفاده بکنن بله در, در طول خیلی. روز چقدر مهم است که آب کافی کسایی که به خصوص در رژیم کاهش وزن هستن استفاده بکنن از 8 گلاس الی 12 گلاس حتمی و حتمی ضروری است که باید استفاده بکنن اما از نوشیدن های حتی مایعات هم باید یک سری موضوعات در نظر بیرن که مایعات سرد یخچالی نباید استفاده کنند. خود مایعات سرد سبب میشه که شیرانها انسداد شوه سبب میشه که چربی اضافه تر شوه در بدن بله دقیقا خیلی تشکر میکنم دکتر سیب از حضور شما در برنامه و معلومات جالبه که با ما دادیم در رابطه با داشتن رژیم غذایی سالم سلامت باشید خوش بختان میخواید تشکر از شما زیزا هم قلبا سپاس که تا این لحظه در کنار ما هستین فراموش نکنید که امروز هم رقابت های جالب برگزار خواهد شد بین تیم های شمشاد ایگلز و پامیر استارز که ساعت 8:30 صبح به وقت کابل افغانستان آغاز میشه و رقابت بعدی هم بین تیم های شاهین هنترز و اباسین دفندرز ساعت 1:30 دقیقه به وقت کابل افغانستان برگزار میشه شما حتما بیننده این مسابقات باشین فعلا هم خدافظی می از حضور شما در شبکه آ آریانا ولی بیننده ادامه برنامه در آریانا نیوز باشین با بخش های جذاب که با شما عزیزا خواهیم بود